در این رابطه همراه میشیم با شاهین فلاح، وکیل فدرال و ایالتی از واشنگتن. خیلی خوش آمدید آقای فلاح. از توافق آمریکا و کانادا چی میدونیم در مورد پناهجویان؟ چه مواردی رو شامل میشه؟ چرا این توافق صورت گرفته؟ این توافق یک سابقه قدیمی داره. از سال 2004 یک قراردادی بین ایران، بین کانادا و آمریکا وجود داشته که این بین مطابق این توافق قرار بوده که اگر از هر کشوری یک پناهجویی وارد کشور دیگر شد، اون رو اگر از مرز رسمی وارد شد اون رو برگردونن. به این مثال که فرض بفرمایید یک نفر وارد کانادا میشد و از مرز رسمی میخواست وارد امریکا بشه و در اینجا درخواست پناهندگی بکنه، این رو برمیگردوندن مطابق اون قراردادی که در سال 2004 داشتن که در حقیقت گفته میشد که کشور سوم امن، قرارداد کشور سوم امن بهش گفته میشد. یک مشکلی که در این قرارداد وجود داشت این بودش که اگر از مرز غیر رسمی کسی وارد میشد اون رو نمیتونستن برگردونن، به دلیل اینکه اون قرارداد فقط ورود پناهجویان از مرزهای رسمی از کشور حالا آمریکا یا کانادا و بالعکس به همدیگر رو شامل میشد و این باعث شده بود که اخیراً با موج گسترده از مهاجرین که از مرز جنوبی مکزیک وارد امریکا می شدن و از امریکا سعی می کردن خودشون به مرزهای کانادا برسونن و از مرزهای غیر رسمی وارد کانادا بشن و یک مشکل خیلی خیلی بزرگی برای کشور کانادا ایجاد کرده بود که به هر حال تعداد خیلی زیادی از پناهجویان بعد از گذشتن از کشور امریکا و استفاده کردن از این خلأ قانونی که بعد از اون توافق سال 2004 وجود داشته از اون استفاده دارن میکنن و وارد کانادا میشن و بالعکس بعضا از کانادا وارد امریکا میشدن که این اخیرا خیلی کمتر مشاهده شده بود، بیشتر از کانادا از امریکا وارد کانادا میشدن. اون هم دلیلش روند طولانی رسیدگی به پرونده های پناهجویان در امریکاست و به هر حال شرایط بهتر مهاجرتی و پناهجویی در کانادا. و اخیراً این قرارداد رو به صورت یک قرارداد بین رؤسای جمهور دو کشور امضا شد که این در حقیقت خلأ قانونی که در قرارداد 2004 وجود داشت رو بتونن پوشش بدن و این خلأ قانونی رو ببندن. بنابراین من بعد اگر کسی چه از مرزهای قانونی و چه از مرزهای غیر قانونی وارد هر دو کشور بشه، با اون کشوری که ازش آمده برگردونده میشه و پناهندگیش در کشوری که بهش وارد شده رد میشه و این در حقیقت جلوی ورود تعداد خیلی زیادی از مهاجرینی که از مرز مکزیک وارد امریکا میشن و تلاش میکنن که وارد خاک کانادا بشن رو خواهد گرفت. سپاسگزارم از شما شاهین فلاح، وکیل فدرال و ایالتی از واشنگتن همراه ما.